سلام به شما عزیزان خداوند، سلام به همه ایرانیان عزیز، هموطنان عزیزم، با هر گویش و لهجه‌ای که هستید. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه میتونم به خونه های شما بیام، به محل کارتون بیام و به کلیساهاتون بیام. خدا رو شکر میکنم به خاطر این موقعیتی که خداوند در اختیار من گذاشته و خدا رو شکر میکنم برای اعضای کلیسای پادشاه ابدی که همیشه حضور دارن در برنامه های ما، در پیام های ما، در کلیسای ما و عضو کلیسای پادشاه ابدی هستند. خوش آمدید. خوش آمدگویی میکنم به عزیزانی که میان مینویسن من عضو کلیسای پادشاه ابدی هستم، اولی خواهر سرعیای عزیزم و عزیزان دیگه، یوحنای عزیز، فرزانه عزیز، شادی عزیز و همه عزیزانی که لحظاتی دیگه به ما خواهند پیوست. خوش آمدید به کلیسای پادشاه ابدی. چه افتخار بزرگیه جزو کلیسای خداوند بودن، جزو کلیسای پادشاه ابدی بودن، چون اون شاه شاهانه، اون پادشاه ابدیه. هیچ پادشاه ابدی نبود، فقط عیسای مسیح ابدیه، چون خداونده. خدا رو شکر میکنم برای همچین خداوندی که ما داریم. من رضا پزشکیان هستم، خادم کلیسای پادشاه ابدی، و خداوندی موقعیت رو به من داده که فرزندان خداوند رو خدمت بکنم و این افتخار بزرگیه برای من. اینقدر افتخار بزرگیه که حتی نمیتونم اونو وصف بکنم که چقدر بزرگی خدمت کردن به فرزندان خداوند. خدا رو شکر برای تمام عزیزانی که میان مینویسن من عضو کلیسای پادشاه ابدی هستم. شقایق عزیزام میبینم و عزیزان دیگرم میبینم، خدا رو شکر. آره، اینو داشتم میگفتم، من رضا پزشکیان هستم و خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم، چه به صورت آنلاین، چه به صورت غیر حضوری و چه به صورت حضوری در کلیسا. عزیزانی که هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به کلیسا تشریف میارن، خیلی خوشحال میشیم که خدمت این عزیزان رو بکنیم، یا در طول هفته با برنامه‌های کلیسای پادشاه ابدی همراه هستن، چه بایبل استادی، چه برنامه جوانان، چه سفرهای پیکنیکی که کلیسای پادشاه ابدی در نظر داره، یا همراه ما هستن تو کلیسای پادشاه ابدی آنکارا. خدا شکر برای تک تک شما. امروز میخوام درباره موضوعی صحبت بکنم که شاید برای شما سوال بوده، شاید برای بعضیا مفهوم نبوده، شاید بعضیا از زاویه دیگری نگاه میکنن به این موضوع. ولی امروز میخوام اون چیزی که خداوند به من گفته به شما بگم. امروز میخوام درباره معجزه صحبت کنم. درباره معجزه. معجزه خوبه نه؟ همه ما معجزه رو دوست داریم. معجزه چطور رخ میده؟ کی رخ میده؟ اگه رخ میده ما خوشحال میشیم یا نه؟ خیلی از آدم ها میخوان که توی زندگیشون معجزه انجام بشه، درسته؟ شاید شما هم یکی از اون عزیزان باشید که دارید گوش میکنید مثل من. منم دوست که دوست دارم معجزه در زندگیم باشه. ولی دارم الان درباره قشتی صحبت میکنم که اگر این معجزه رو دیدند، بعضی از اونها از خدا سپاسگزاری میکنن، ولی شاید معجزه‌ای توی زندگی یک عزیز رخ بده که بگه عجب آدم خوششانسیم، من چقدر شانس آوردم، به حساب شانس بذاره، یا بذاره بگه که حضرت عباس کمکم کرد. حضرت عباس اگه به خودش میتونست کمک بکنه توی جنگ، اون شرایطش نبا بود، اگه جنگ رفته باشه. حضرت عباس من این کار کرد، قمر بنی هاشم برای من معجزه کرد. اگه قمر بنی هاشم که اسمشو برای خوش گذاشته، اگر همچین چیزی بود بر خودش میتونست یه کاری بکنه.
دیگه نمیخوام وارد این موضوع بشم، چون اصلا جای خوبی نیست موقعی که میرم تو این الفاظی که به اون کتاب شیطان و اون عوامل شیطان و شیطان پرستی که رب داره، چون اونا شیطان رو میپرستن دیگه، و اونا رو نمیخوام صحبت کنم دیگه، همینجا کاتش میکنم. شاید بعضی از ایمانداران الان باشه، الان دارن درباره ایمانداران صحبت میکنم که دنبال معجزه هستن، دوست دارن تو زندگیشون معجزه ای رخ بده، زندگیشون متحول بشه، یه دری باز بشه، یک دیواری بریزه، یک قبولی بیاد، یک کاری بیاد، یه زن خوشگل بگیرن، یه زن پولدار بگیرن. همه جوونا که دوست دارن، مخصوصا پس که پسر آقای زن پولدار بگیریم، پدر زن ما کارخونه دار باشه، اصلا دیگه این دیگه تو تفکر پولدار باشه، ما تا آخر عمر پشتمون بخوابیم، همچین چیزی اصلا رخ نخواهد داد، این توی داستان هم نمیشه همچین چیزی. از این توهم بیاییم بیرون، معجزه رخ بده، من ازدواجی بکنم همه پولدار باشن، کار نکنم تا آخر عمر بشینم سر ارث بخورم. ایرانی ها فقط دوست که دوست دارن زیرابی برن، دیگه میانبر برن، اکثرا موفق نمیشن. خوب، بعضی از ایمانداران هم دنبال معجزه هستند و موقعی که دوست دارن بعد از این که معجزه رو دیدن خدا رو شکر بگن، شکرگزاری کنن، به خدای شکرت برای من معجزه کردی، عجب خدای باحالی هستی، عجب خدای اصلا تکی تک، یک به قول اون مرده توی فضای مجازی یه چیه که مثلا خدای ما یک، معجزه رو ببینن بعدش خدای شکرت. یادتونه ما قبل از ایمان ما سر سفره غذا میخوردیم، بعدم بعضی ما میگفت الهی شکرت، اکثرا هم نمیگفتن، بعضی شکم پر میشد میگفت الهی شکر، داشت خلال میگفت الهی شکر. حالا بعضی ایماندار ما هم اینطوری هستن، موقعی که معجزه براشون شد، همون چیزی که میخواستن دیگه شد، اگه خودشون اونو معجزه بدونن بعد میگن خدای شکرت، بازم گلی به جمالشون که میگن خدا این کارا رو کرد. ولی این معجزه به ندرت پیش میاد. ولی بذار به شما یک راهی نشون بدم عزیزان که راه به راه توی زندگیتون معجزه بشه. یه راهی به شما نشون میدم، من از توی کلام خدا که یاد گرفتم، میخوام به شما که یاد بدم که معجزه به فراوانی توی زندگیتون رخ بده، در اطرافتون رخ بده، در نزدیکانتون رخ بده. آمده هستید اون راه رو به شما که یاد بدم طبق کلام خداونده؟ ولی چند تا استپ داره، چند تا پله داره، این پله رو باید تو طی کنی. اولین استپ، اگه دوست داری معجزه به فراوانی هر روز توی زندگیت بریزه، اول خدا رو بشناس. الان میگی کشیش رضا این چه ربطی داره؟ آقا تو معجزه نمیخوای از خداوند؟ مگه معجزه گره تو بشناس دیگه، اون که میخواد معجزه کنه کی است؟ بشناسش. و تنها رایی که میتونی که بشناسی کلام خداونده، کلام خداونده باید بخونی، زندگی کنی، بفهمی تا خدا رو بشناسی. باور میکنی خیلی از ایماندارا هستن به مسیح ایمان آوردن ولی آنچنان شناختی ندارن از خداوند؟ شناخت عمقی میگم ها، نه اینگه آقا یکی از اسمش از عیسی مسیح، نه اونو نمیگم. پس اولین پله برای دریافت هر روزه معجزه توی زندگی ما شناخت خداونده. موقعی که تو اونو بشناسی تاریخاشو میدونی. دومی مورد، خدا رو بشناس، قدرت اونم بشناس، بدون که اون قادر مطلقه، اون قدوسه، اون قادر مطلقه، قدرتشو بشناس، قدرتش بر همه چیز پیروزی داره، اون پیروز مطلقه، اون قدرت مطلقه، اون قادر مطلقه. پس اولین پله خدا رو بشناس، دومین پله قدرت خدا رو بشناس. و اینو بدون، پله بعدی
که قدرت خدا و قوت خدا و دل خدا همیشه اینه که توی زندگی تو ورود کنه. پله سوم، خدا میخواد که تو زندگی تو قدرتش ورود کنه. هللویا هللویا. مورد بعدی، پله بعدی، تو هم باید شرایط رو مهیا بکنی برای ورود قدرت خدا. اگه تو در رو ببندی نمیتونی قدرت خداوند ورود کنه. خیلی از ایمانداران هستن با تعلیم بعد در ورود قدرت خدا رو بستن. نه آقا ما نمیتونیم، ما گناهکاریم، ما ناچیزیم، ما خاک پاییم، ما اصلا خاک تو سریم، ما خاکیم اصلا. آخه این چیزای چیه ایماندار میگی؟ ای من ناچیزم، من ذره فلان هستم. آقا از این داستانهای ایرانی بازی بیاییم بیرون. ای من خاک پاتم، من نمیدونم کف پاتم، من نمیدونم بند کفشتم. اینا رو به خدا نسبت ندادیم. اگه در خداوند هستی، تو در خداوند تولدی تازه داری، پدر توی رب و لربابه، تو کوچولو نیستی، تو فرزند و فرزند خوانده ای. کلام خدا اینو میگه. پس گفتم ما شرایط رو مهیا میکنیم برای ورود قدرت خداوند. چجوری شرایط رو مهیا میکنیم؟ اجازه میدیم روح القدس ما رو پر کنه، از پری روح القدس بهره مند بشیم. این خیلی مهمه، پری روح القدس. چرا پری روح القدس باید تو زندگی ما باشه؟ چون معجزات رو عملیاتی کنه، قدرت خداوند عملیاتی بشه توی زندگی ما. شاید خیلی از کسا میدونن آقا خداوند نجات دهنده، بله، خداوند شفا دهنده، بله، خداوند مرد زنده کرد، بله. آیا قبول دارید پای فلج تو هم میتونه شفا بده؟ میگه امیدوارم، ایشالله، ماشالله. بعضی کلامو باور دارن ولی تو زندگی خودشون نه، شفا رو باور دارن ولی میگن آقا ما دیگه اونقدر به خدا نزدیک نیستیم، اونقدر ما مقرب درگاهش نیستیم که ما رو شفا بده. کی اینو گفته؟ پس موقعی که روح القدس پر میشیم، مهیا میکنیم برای ورود اون، این قدرت رو میدیم که قدرت اون این اجازه رو میدیم که قدرت اون عملیاتی بشه تو زندگی ما. ما اجازه میدیم. خداوند ما جنتلمن، هیچ کاری نخواهد کرد تا موقعی که ما نخواهیم. عیسی مسیح میگه بکوبید تا در باز بشه، بجویید تا اصلا بطلبید تا به دست بیارید. مورد بعد، ما باید بدونیم که خداوند چه محبت عظیمی برای ما کرد که ما رو نجات داد. اینا اون پله هایی هستند که بعد میرسی به یه در، اون در یه کلید داره. من اون کلیدم امروز به شما میدم. پله رو رفتی بالا، این 5-6 تا پله رو، محبت خدا رو فهمیدی که من توی گناهکار چجوری نجات داد. محبت خدا رو فهمیدی. خدا رو شکر برای عزیزان که تازه میان، منای عزیزم که تازه اومده و عزیزان دیگه، خارنازنین عزیز و یوحنای عزیز، سپنتای عزیز، خدا رو شکر. پس این خیلی مهمه که ما بدونیم خداوند چه محبت عظیمی کرد تو زندگی ما. حالا کلید بهت میدم، بنداز باز کن این در و معجزاتو ببین. میدونی اون کوی کلید چیه؟ اون رمز چیه؟ موقعی که این 5-6 تا استپ متوجه شدی، باور داشتی و اووردی توی زندگیت، اون کلید، خوب گوش کن، شکرگزاریه. شکرگزاری کلید باز کردن در معجزات تو زندگی های ماست. شکرگزاری، آره خوب شنیدی، شکرگزاری. قبل از این که حتی تو معجزه رو دیده باشی تو زندگیت، قبل از این که تو این سفره نشستی غذا خورده باشی، شکر بکن خداوندو. قبل از این که با چشم طبیعی تو شفا رو دیده باشی، شکرگزار باش. قبل از این که معجزه رو دیدی، از محبت خداوند آگاهی پیدا کنی، شکرگزار باش.
برای نفسی که میکشی شکرگزار باش، برای ایمانی که خداوند به تو مهیا کرده که قلبتو به مسیح بدی، فیضی که شامل حالتو شده شکرگزار باش، برای بچت شکرگزار باش، شوهرت شکرگزار باش، ماشینت شکرگزار باش، برای رزق و روزی که توی زندگیت میاد شکرگزار باش، برای نفسی که میکشی شکرگزار باش، برای اینکه صبح چشمات از خواب باز کردی زنده بودی شکرگزار باش، شکرگزار باش. این شکرگزاری در رحمت خدا رو باز میکنه برای تو، در معجزات رو باز میکنه برای تو، تو مهیا میکنی مسیر رو برای دریافت معجزات خداوند، برای برکت های خداوند. امتحان کن، خواهی دید که چطوری معجزات خداوند توی زندگیت سرایرازیر میشه. شکرگزاری کن و بعد از دریافت معجزات سپاسگزاری کن، سپاس بگو خدا رو، ستایش کن خدا رو، پرستش کن خداوندو. نه فقط معجزات توی زندگی تو سرازیر خواهد شد، تورم وسیله دست خودش خواهد کرد برای ساری و جاری شدن معجزه خداوند در زندگی های دیگران. اینو امتحان کنید، شاید امتحان کردید میدونید اینو، هم معجزه تو زندگی تو ساری و جاری خواهد شد به فراوانی، هم تو وسیله دست خداوند خواهی شد برای رساندن معجزه به دیگران، رساندن معجزه ترک اعتیاد به اون معتاد لب خیابون، رساندن معجزه نجات به اون کسی که غرق گناهه، غرق زنایه، غرق مریضیه، غرق بدبختی و بدهکاری و دزدی و دروغگوییه. معجزه خداوند رو موقعی میتونی بهش بدی که اونو عوض میکنه. آیا دیدی تا حالا یک معتاد ترک بکنه چطوری عوض میشه؟ یک گناهکار موقعی که خداوند معجزش بریزه، یعنی معجزه نجاتش رو توسط فیضش، اون آدم عوض میشه. خداوند آدما رو عوض میکنه، تعمیر نمیکنه. خداوند به قول معروف تعمیرکار نیست، تعویزکاره. توی اینجا هیچ چیزو تعمیر نمیکنن، ماشینا رو تعمیر نمیکنن، تو امریکا تعویز میکنن قطعاتو. خداوند کمپلت عوض میکنه آدما رو. این معجزه خداونده که به واسطه شکرگزاری تو زندگی ما سرایرازیر میشه. مطمئن باش این چیزی که داری میشی شنوی، مطمئن باشید. بیا بریم در کلام خداوند از حمد و ستایش و پرستشی که باید خداوندو بکنیم قسمتهایی رو بخونیم از مزمور 100. ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید، خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید، ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. به دروازه های او با حمد بیایید و به صحن های او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید، زیرا خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد. او رماسی کپا پرین. واو با شکرگزاری بریم، حمد و سپاس بکنیم اونو، به خاطر چیزهای داده سپاس بگیم، به خاطر اینکه چیزهایی که به نفع ما بود نبود ندادم سپاس بگیم. میدونی خداوند خیلی چیزها رو به ما نمیده. مثلا دعا میکنیم ماشین پراید بده، نمیده، برای اینکه میدونه این یه حلاپاره است. ترمز میزنی، ترمز نداره، راست تو دره، تصادف بکنی میشه کتابم که خوبه، خوبه میشه یک چی به شما بگم، یه پلاستیک، یک زرورق له شده. خداوند پیشتانه نمیده، خیلی از چیزها رو نمیده خداوند. آقا من عاشق این دختر شدم، خدایا بده به من اینو، خدایا بده به من اینو، خدا نمیده. خدایا عجب تو آدمی هستی، خب من نهیدی قلب من داری میزنی بیرون، سه ماه افتادم توی این خیابون دنبال این، خداوند نمیده. یه اون میبینی خداوند مسیر تو رو عوض کرد، مسیر اون دخترم عوض که سالهای بعد اون دختر رو میبینی که نه، اصلا زن زندگی من نبود، این شرایطش اصلا متفاوت بود. من به خدای شکر که من الان این زنی که تو به من دادی،
این محبت، این گلی که به من دادی، این گلی بود که من باید اونو در آغوش میگرفتم و محبت میکردم بهش. و خیلی چیزهای دیگه، شکرگزار باشین برای چیزهایی که خداوند نداد، شکرگزار باشید برای درهایی که خداوند بست به روی زندگی ما. شکرگزار باشیم. اون پیشدانه، اون آخر از اول میبینه، ما دو قدیم میماره میبینیم. بیایید، حیف هم اومد مزمور 150 هم نخونم، آخرین مزمورم نخونم و دوست دارم بخونم. هللویا، خداوند را در قدس او تسبیح بخوانید، در فلک قوت او او را تسبیح بخوانید، او را به سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید، او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید، او را با آواز کرنا تسبیح بخوانید، او را با بربت و اوه و تسبیح بخوانید، او را با دف و رقص تسبیح بخوانید، او را با زوار و اوتار و نی تسبیح بخوانید، او را با سنج های بلند آواز تسبیح بخوانید، او را با سنج های خوش صدا تسبیح بخوانید. هر که روح دارد خداوند را تسبیح بخواند. آمین. پس اگر این مسیرها رو درست آمدی، معجزه شکرگزاری رو در زندگیت خواهی دید. من اسم اینو گذاشتم معجزه شکرگزاری. موقعی که شکرگزاری میکنی معجزه به فراوانی میرزه. واو چقدر عالیه، معجزه شکرگزاری. خود این شکرگزاری هم تبدیل به یک معجزه میشه، برای اینکه در معجزه رو باز میکنه تو زندگی ما. هللویا، هللویا. خداوند رو شکر بگیم، خداوند رو تسبیح بخوانیم، خداوند رو بپرستیم، خداوند رو ستایش کنیم، خداوند رو پرستش کنیم. توی مراسم پرستشی ها بمونیم، نه اینکه کلیسا میخواییم بریم بزنیم پرستشی تمام بشه بیا ما معجزه رو میریم. ببینید چقدر مهمه پرستش و ستایش و شکرگزاری. حتی قبل از اینکه روح القدس با ما بخواد از زبان اون خادم صحبت بکنه، باید ما شکرگزاری کنیم تا مسیر باز بشه، مسیر دریافت ما باز بشه، ما اون مس بریزه، اون مکاشفه بریزه، اون درها بریزه، اون پری روح القدس بریزه. تا پری نباشه درکی وجود نداره، تا پری نباشه مکاشفه‌ای وجود نداره، تا پری روح القدس نباشه هدایتی وجود نداره. دیدید کسایی که به این پری روح القدس باور ندارن، فقط کتاب، دو دو تا چهار تا، دو چهار تا هشت تا، دو هشت تا 16 تا، این که میشه ریاضی که. خدا روح هست، خواهی بپرستی اونو در روح و راستی، در روح و راستی، در روح و راستی. راستی رو خوب ببین. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. این اون پیامی بود که تو قلبم بود به شما بگم. خیلی سعی میکنم که اون مغز کلامو بگم. مغز کلام خیلی مهمه. ایمانداران حقیقی مغز کلامو باید بخورن. دنبال پوست کلام نباشید. مراسم هایی نمیدونم مسیحیایی فلان، آقا اون رفتی اونجا من رفتم، چند تا شم تو روشن کردی؟ 8 تا، من 7 تا مثلا. آقا رفتی اونجا کریسمس بود، عجب کیکی بود، عجب فلان، چقدر چراغونی بود، چقدر فلان بود. خب همه اینا سمبوله هستن ولی اونا اصل نیستن. اصل کلام خداونده که به این عمل بکنیم، اینو بخوریم هر روز، اینو بخوریم. ای عزیزان، ای خواهران، ای برادران من، کلامو بخوریم یعنی به اون عمل بکنیم. موقعی که اینو عمل میکنیم یعنی اینو خوردیم، این قوت به ما میده، عضلات روحانی ما قوی میشه. اگر عضلات روحانی تو قوی نشه خبری نیست، هر چقدر آمپولم بزنی بازو نمیاد بالا، هر چقدر کت شلوار بپوشی، کراوات بزنی، صلیب بزنی، ادای مسیح رو که بیرون بیاری، هیچ خبری نیست. اون ماما رو لولو خورد، هیچ خبری نیست. در روح راستی، در روح راستی خداوند ما پرستنده میخواد. در روح راستی قلب های مشتاق، مشتاق میخواد.
هنرپیشه نمیخواد که، تئاتر بازی کن نمیخواد، فیلم بازی کن نمیخواد، فیلم مسیحی نمیخواد، شومن نمیخواد. خیلی شومن شو بازی میکنه، شو مسیحی. مواظب باشیم جمعهایی که میگن ما مسیحی هستیم، کالجا یا مثلا هر اجتماع ما رو نرقصونه، اینطوری خیمشو بازی نده. از کلام باید بگه، به کلام باید رفتار کنه. هر کیه، هر چیه، هر کجای تلویزیون ستلایت ماهواره است، کالج الهیات خیلی بزرگی، خیلی کوچیکه، معروفه، معروف نیست، هر کی باشه، از کلام باید بگه و خوراک کلام باید به شما بده. اگه از جای دیگه داره خوراک میده، عطاشو به لغاش ببخشید. خدا شکر، خدا شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. میخوام با شما خداحافظی کنم. سه تا مورد آخر میگم. کلیسای پادشاه ابدی رو به همه معرفی کنین در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب. عزیزانی که نمیتونن به صورت حضوری بیان، در فضای مجازی ما رو دنبال بکنن. تک تک شما میخوام موعظه ها رو، لایف ها رو، استوری ها رو، هر چیزی که از کلیسای پادشاه ابدی از شیر کنید، فوروارد کنید، استوری کنید، بفرستید برای دیگران، معرفی کنید. دومین مورد، اگه کسی خواست همکار کلیسای پادشاه ابدی بشه، به ما پیام بده، مخصوصا کسایی که میخوان همکار مالی بشن و برای نشر ملکوت خداوند و گسترش ملکوت خداوند خادمین بشن. تو همین لایو من دارم میبینم عزیزانی که شاید شما نمیشناسید، ولی این عزیزان هستن، دارن خدمت میکنن به کلیسای پادشاه ابدی، قسمتیشون دارن خدمتای مالی دارن میکنن، برای همین گسترش داره پیدا میکنه کلیسای پادشاه ابدی در کشورهای دیگه، در جاهای دیگه. یکی بشه دوتا، دوتا بشه چهارتا. کسی اگه تو دلشه هدایا یا دهیه که کلیسایی رو بده، میتونه به ما پیام بده. چه کسایی که ایران هستن، چه کسایی که خارج از ایران هستن، به ما پیام بدن. راهای امن و خیلی سری رو به این عزیزان معرفی خواهیم کرد تا برای ملکوت خداوند خادمین نیکویی باشن و گنجهای آسمانی ذخیره بکنن. و عزیزانی که میخوان برای شفا، آزادی، برای این عزیزان دعا بشه. اگه فکر میکنید مشکلات جسمی، روحی دارید، نیروی تاریکی دارید، هر چیزی هست، موضوعتون رو بگید، پیام بدید. یه تایمی به شما خواهد داد که با من به صورت تصویری صحبت کنید و برای شما و خانوادتون دعا کنم. همچنین سوالات کتاب مقدسیتون رو دوست دارم بپرسید از من. سوالات کتاب مقدسی ها، من هر روز میگم سوالات کتاب مقدسی، ولی شما هی میپرسید. و یه پدیده تازه من دیدم، سوالات کتاب مقدسی هی تکراری، هی برای من دعا کن. یه بار دعا میکنم میگه بازم دعا کن، دوباره دعا میکنم میگه بازم دعا کن، تو برای من دعا کن. یه بار برای شما دعا کردم، بسته دیگه. خودتون برای خودتون که دعا کنید دیگه. هر روز من نمیتونم هر روز هم دعا کنم، کلی دعا میکنم، ولی هی تک تک تصویری صحبت کنم، دعا بکنم، نمیتونم. با هر نفر یه بار میتونم صحبت بکنم، چون تعداد زیاد هستن. دوستتون دارم، میخوام با شما خداحافظی کنم. یکی دو ساعت پشت دوربین نشستم تا پیام های شما رو ببینم. دوستتون دارم، تا دیداری دیگه، بدرود.